بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، بیننده‌های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از شبکه مردمی نورین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خوش آمدین. تا آخری برنامه با ما باشین. درس امروزی ما از آیه 114 سوره انعام شروع می‌گردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا صلى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بال المهتدين. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. بیننده های گرامی، حالا میپردازم به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده. بسم الله الرحمن الرحیم. افغیر الله ابتغی حکما، ای در پاسخ سؤال مشرکین ایراد شده و زمانی که مشرکین پیشنهاد کردن که ببین
ما به تو ایمان نمیاریم. رسول الله علیه السلام ما به تو در زمان ایمان میاریم که تو به ما یک تعداد از معجزه هایی که ما میخواهیم او را به ما بیاوری. الله جل جلاله در آیات گذشته پاسخ ارائه کرد، گفت ببین از قرآن کرده معجزه برتر دیگه وجود ندارد، از قرآن کرده معجزه بزرگ دیگه وجود ندارد. وقتی که مشرکین قرآن را نمیپذیرند و معجزات دیگری رسول الله علیه السلام را هم قبول ندارند، پس این معجزه درخواست شده را هم قبول نمی کنند. الله به پیامبرش میگد که ببین تو به اینها بگو که تو میپذیری یا نمیپذیری، من خود معجزه دارم که اون معجزه ما قرآن است و قرآن دم ایتور یک کلام، ایتور یک کتاب که اعلان کرده که معادل قرآن نه بلکه معادل یک سوره از قرآن بسازین. ایتور کتابی که اعلان کرده اگر معادل سوره نمیتوانین معادل یک آیت قرآن بسازین. رسول الله علیه السلام را خدا یکتا دستور می دهد و میگه به مشرکین بگو که ما بین ما و شما خود دعوا ادامه دارد، من مدعی نبوت هستم، شما منکرین نبوت، من از شما درخواست می کنم که به نبوت من ایمان بیاورین. شما از من معجزه خواستین، من معجزه خود تقدیم کردم، قرآن کریم. اگر شما در قرآن شک دارین پس چلنج که قرآن داده، پس اعلانی که قرآن کرده، اعلان مسابقه که قرآن کرده، پس بفرمایین ایرا شکست بدهین. وقتی که قرآن شکست کرد من هم شکست میکنم. اما زمانی که شما قرآن را شکست داده نمیتوانین، در برابر قرآن به زانو افتادین، در برابر قرآن شکست کردین، پس بدانین که قرآن کلام خداست و در قرآن ثابت است که من پیامبر خداستم. چی زیبا استدلال میکند الله جل جلاله و پیامبرش میگد که تو بگو که من مدعی نبوت هستم، شما منکرین نبوت. خو در مابین ما شما گفتگوها بدل رد و بدل میشود، شما از من معجزه خواستین، خو من معجزه آوردم قرآن. اگر در معجزه ما شک دارین اعلان مسابقه‌ای که قرآن کرده، میگه فأتوا بسورة مثلی، شما یک سوره مانند قرآن بسازین، بفرمایین مانند قرآن یک سوره بسازین، قرآن شکست بدهین. وقتی قرآن شکست کرد من خودم شکست خوردم، دیگه شما به نبوت من ایمان نبیارین. اما زمانی که شما قرآن شکست داده نمیتوانین، پس این قرآن فیصله خداست. آیا افغیر الله ابتغی حکما؟ آیا شما از من این درخواست میکنین که خدا را داور نگیریم یا کسی دیگر را داور بگیریم؟ نه، موضوع موضوع خداست. موضوع موضوعی است که من دعوا میکنم که پیامبر خداستم، پس غیر الله در اینجا فیصله کرده نمیتواند. بهترین داور خداست و بهترین داور در قرآن میگد که محمد رسول الله است، پس تو چرا نمیپذیری؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. آیا بجز خدا کسی دیگر را داور قرار دهم؟ وهو الذي در حالی که او أنزل إليكم الكتاب مفصلا، او فرود آورده بر شما کتاب روشن، فرود آورده بر شما کتاب روشن که قرآن کریم است. در همین قرآنی که در برابر شکست خوردین، در برابر شما به عقب برگشتیند، همین قرآن از خدای ماست و در همین قرآن گفته که محمد رسول الله علیه و سلام است، پس چرا نمیپذیری؟ کتاب خدا، ایتو کتاب خدا که مفصلا روشن، هیچ موضوع قرآن مبهم نیست، تمام موضوعات قرآن بیان شده است. والذین آتیناهم الكتاب، کسانی که ما به آنها کتاب دادیم، یعلمون، اونها میدانند، انه منزل من ربک،
که این قرآن نازل شده از طرف پروردگار توست، یکی بالحق و بدرستیس، دو الله جل جلاله پرده را بر می‌دارد که یهود و نصارا به حق بودن قرآن قبل از نزول کاملا متفق بودند، کاملا می‌دانستند که قرآن کتاب خداست. چرا؟ که در تورات گفته شده بود. قرآن کتاب خداست. چرا؟ که در انجیل گفته شده بود. الله می‌فرماید که والذین آتیناهم الکتاب، کسانی را که ما به ایشان کتاب عطا کردیم، یعلمون انه منزل من ربک بالحق، می داند که این قرآن نازل شده از طرف پروردگار توست یا رسول الله علیه السلام، بالحق اون هم بدرستی است، واقعیت که حق است، اما دیده و دانسته انکار می کنند، از روی عناد قلبشان انکار می کنند، نه از روی جهالت. قرآن کریم می فرماید فلا تکونن من الممترین، ای پیامبر علیه السلام تو مباش از جمله شک کنندگان، در قلبت شک جای نده که چرا؟ آیا من ناقص هستم؟ آیا کتابم ناقص است؟ آیا دعوایم ناقص است؟ نه، رسول الله علیه السلام تو پیامبری برحق هستی، رسول الله علیه السلام کتاب تو قرآن برحق است، دعوای تو مکمل است، اما اینها از روی عناد و دشمنی به تو ایمان نمیارن. معاندین خو انسان نمیتوانه که از رای منطق بفهمانه. چرا؟ که او از رای منطق میفهمد اما باز هم اقدام میکند. الله میفرماید فلا تکونن من الممترین، ای رسول مبارک، ای پیامبر علیه الصلاة والسلام تو مباش از جمله شک کنندگان که اینها معاندین هستند، اینها میدانند، اینها درست فهمیدند که قرآن کتاب خداست، اما به خاطر که پادشاهی از دستشان نرود، به خاطر که سردار بودن قوم از دستشان نرود، به خاطر که ثروت از دستشان نرود، به تو ایمان نمیارند. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، قرآن دو صفتش در اینجا ذکر شده، و تمت کلمت ربک، تمام شده کلمه پروردگار تو، منظور از کلمه قرآن است، و تمت، تمام شده قرآن که با در نظر داشت دو صفت صدقا و عدلا. قرآن دو قسم آیت داره، یک آیت است که قصص بیان میکنه، واقعات قبلی را به خاطر عبرت مردم بیان میکند که صدق درباره از اوناست، که صدقا که اون واقعاتی که ما در قرآن بیان کردیم راست است، یکیش هم غلط نیست. واقعه قوم نوح علیه السلام، واقعه قوم هود علیه السلام، واقعه قوم یونس علیه السلام، واقعه قوم موسی علیه السلام، واقعه قوم عیسی علیه، همه این واقعات صدقا، قرآن چه میگه؟ صدقا، کاملا راست است، کاملا راست است. و عدلا، دومین قسمی از آیات قرآن احکام را تشکیل میدهد. خدای یکتا راجع به احکام چی میگه؟ و عدلا، کاملا انصاف را در نظر گرفته شده ای آیت نازل شده که برای هیچ فردی از انسان باید ظلم صورت نگیرد، هیچ فرد از افراد مسلمان باید ضایع نشود، باید حق تلفی صورت نگیرد. احکام قرآن طوری هست که سازگار با تمام ازمینه است، با تمام شرایط است. 1400 سال از نزول قرآن میگذرد، اون وقت قرآن قابل تطبیق بود، 1400 سال بعد که من و تو هستیم حالا هم قابل تطبیق است، و میلیاردها سال بعد هم قرآن قابل تطبیق است و از قضایای مردم بس میکند. اینجاست که قرآن چه میگه؟ و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمام شده کلام خدای تو، سخنی پروردگاری تو تمام شده با در نظر داشت دو صفت که دو صفت دارا می باشد. صدقا، قصصی که در قرآن ذکر شده کاملا راست است، واقعاتی که در قرآن ذکر شده کاملا راست است، و عدلا، احکامی که در قرآن است کاملا از روی انصاف گذاشته شده است، هیچ بی انصافی در قرآن دیده نمی شود. باز قرآن چی میگه؟ لا مبدل لکلماتی، ای کفار، ای مشرکین، ای ابو جهل، بشنو، در انتظار تبدیلی قرآن مباش، قرآن تبدیل نخواهد شد. لا مبدل لکلماتی،
ای آرزو را به گور ببرین. فرعون و فرعونیان به گور بردند، ابو جهل و ولید بن مغیره به گور بردند، کفار دنیا آرزوهای تبدیلی احکام خدا را به گور میبرند. چرا قرآن چی میگه؟ لا مبدل لکلماتی، تبدیلی در احکام خدا نیست. خوش هستی، خفه هستی، راضی هستی، خوشحال هستی، خود دست دوست بریده می شود. خوش هستی، راضی هستی یا خفه هستی، زانی باید سنگسار شود. این حکم خداست، لا مبدل لکلماتی. در انتظار تبدیلی حکم خدا نباشین. و هو السمیع العلیم، و اوس شنوا و اوس بینا و دانا. او دانا است، او میداند که نمی قرآن سازگار به وضعیت بنده های ماست و ای را فرستاده تا یوم القیامه ای قابل تطبیق است. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. چی زیبا خدا می فرماید؟ الله می فرماید که ای رسول الله علیه السلام، پشت چرب زبانی مشرکین نگرد، سخنان شیرینشان را در نظر نگیر. قسمی که امروز جهان کفار میآید میگه که من دوستی تو هم، من برادری تو هم، من غمخواری تو هم، من کشوری تو را میسازم. قرآن چی میگه؟ و این تطیع اکثر من فی الارض. ای رسول الله علیه السلام، اگر تو فرمان اکثر مردمی که در دنیا زندگی میکنه اکثر از این را بشنوی اطاعت کنی، چی کار میکنن تو را؟ یضلوک عن سبیل الله، تو را گمراه میکنن از راه خدا. والله کشورهای کفری که سرازیر شدن و میگن ما دوست شما هستیم، ما غمخوار شما هستیم، اگر از اینها اطاعت شود، اگر از اینها فرمان برداری شود، قرآن چی میگه؟ یضلوک عن سبیل الله، از رای خدا ای افغانا شما را گمراه میکند. در انتظار زی نباشین که کشور کفری دوستی ماست، در جامعه دوستی تو را گمراه میسازد. بهترم است که افراطی میگه، اگر وحشتگر میگه، اگر دهشتگر میگه، هر چیز که میگه بگوید، اما دوستی ما شده نمیتواند، با او دوستی ما نیست. خدا به پیامبرش میگه که و این تطع اکثر من فی الارض، اگر اکثر مردمی روی زمین تو اطاعت کنی و گپش بشنوی، یضلوک عن سبیل الله، تو را از راه خدا میکشن، تو را گمراه میسازن. این یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. حقیقت کفار در این آیت بیان کرده. آیا خط مش کفار، آیا راهی که کفار گام میبردارد، کدام دلایل و اسناد و شواهد دارد یا نه؟ قرآن چی میگه؟ این یتبعون الا الظن، اینها خو این گما اطاعت نمیکنن مگر گمان خود را، حدس میزنن، به حدس خود عمل میکنن. قرآن میگه که اکثر حدس چی است؟ غلط است. اما کفار اصولشان حدسشان است، اصولشان گمانشان هست، اصولشان اندازه‌گیری شخصی خودشان است. خب کامیابی و ناکامی خب باید دلایل قوی داشته باشد. تثبیت رای حق از باطل دلایل قوی کار دارد، او دلایل قوی نیست مگر قرآن است. قرآن چی می فرماید؟ این یتبعون الا الظن، آنها پیروی نمی کنند بجز گمان خود را، بجز رای شخصی خود. و این هم الا یخرصون، اونها فقط پیروی میکنن تخمین خود را، اندازه خود را، دیگر دلایل منطقی را نمیبینن. قرآن چی میفرماید؟ این ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی. ای پیامبر علیه الصلاه و السلام، گرچه تو را توهین میکنن، گرچه کفار تو را ساحر میگوین، گرچه کفار تو را کاهین میگوین و تو را به الفاظ نادرستی استعمال میکنن و تو را به الفاظ نادرستی یاد میکنن، اما تو آگاه باش، تو آگاه باش که این ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، پروردگار تو خوب میداند که کی منحرف است و کی در راه مستقیم روان است. مشرکین ابو جهل همیشه میگفت که حق با ماست،
ولید بن مغیره میگفت حق با ماست، مشرکین همش میگفتن حق با ماست، قسمی که امروز جهان کفر میگن که حق با ماست. ما غمخوار مردم هستیم، ما در دنیا آسایش و آرامی را میخواهیم، ما بر حق هستیم. اما قرآن چه میگه؟ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله، خدای تو ای پیامبر خوب میداند که کی گمراه شده از راه خدا. پس به حرفی از اینها باور نکن، بر راه خود ادامه بده. و هو اعلم بالمهتدین، و او بهتر میداند بر راه یابندگان، کسانی که راه یاب شدن او بهتر میداند که راه یاب شده اینها. بیننده های گرامی، این موضوعاتی بود که الله جل جلاله در این آیات به بحث گرفت و پیامبرش را آگاهی داد که دشمنی مشرکین از روی عناد است نه از روی جهل. یک انسان تلاش میکند که جاهل را بفهماند، اما معاند را فهمانده نمیتوانی، فقط دوا بری معاند و نسخه ای که معاند را علاج کند شمشیر است که به سرش داده شود. بناً الله جل جلاله جهاد را فرض گردانید، گفت حالا دیگه تبلیغ و دعوت کار نمی کند، همراه شمشیر سری مشرکین را بزن. قسمی که در امروز در جهان امروزی دعوت سازگار نیست، دعوت تأثیر گذار نیست، یگانه چیزی که تأثیر گذار است شمشیر است. چرا؟ ملت های کفری امروز در باره قرآن از من و تو بیشتر مطالعه دارد، بیشتر در راستای قرآن مفاهیم و معلومات را جمع آوری کردن و دانستن که این کتاب خداست. با وجود این باز هم میگد که شما بر حق نیستین، ما بر حق هستیم. بیننده های گرامی، این بود برنامه امروزی که تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن